شهر مقدس کربلا به مناسبت نیمه شعبان حال و هوای معنوی خاصی به خود میگیرد و میلیونها عاشق احل بیت اسمت و تهارت از شهرهای و نقاط مختلف عراق و دیگر کشورهای جهان به سمت این شهر مقدس سرازیر میشوند تا زیارت مخصوص شعبانیه را بجا آورند همکارم علی اکبری گزارش میدهد شهر مقدس کربلا همزمان با فرا رسیدن میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف همه سال شاهد حضور میلیونی زائران و اقداماتی مانند گلارایی حرم های متحر و روشن نمودن شمع است. امسال نیز مانند سالیان گذشته جشنوار شمع را به مناسبت میلاد بقیت الله العظم ارواح نافدا و با شعار امام مهدی القاوس و رحمت الواسعه در جوار مقام آن حضرت در شهر مقدس کربلا برگزار شد در این جشنواره 1187 شم به عنوان نمادی از سن مبارک صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که در... که روی آنها عبارت مهدی وارث الانبیا نوشته شده بود در جوار مقام آن امام همام روشن شد سید عد جلو خان موسا یکی از مسئولان بخش امور دینی در آستان مقدس عباسی در این جشنواره گفت از خدای متعال می خواهد که همه محبان اهل بیت علیه السلام از یاران آن حضرت بوده و غم و بلا از همه مؤمنان دور شود در این جشنواره تعدادی از شاعران شعرهای خود را در وصف امام موعود خواندند همچنین تواشیهایی نیز به همین مناسبت خوانده شد و مراسمی مانند این مراسم در شهر کوفه نیز برگزار گشت در این جشنواره نیز به تعداد سالهای عمر شریف حضرت ولی عصر ارواح و نافدا 1187 عدد شم در مسجد سهله واقع در شهر کوفه روشن مسجد سهل یکی از مشهورترین مساجد اسلامی است که در قرن اول هجری به وسیله قبایل عرب در کوفه در سمت شمال غربی مسجد جامع کوفه به فاصله حدود دو کیلومتر ساخته شده است. این مسجد یکی از ترین مساجد منتسب به حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام است.